افزایش ناامنی ها در افغانستان کشورهای خارجی را نگران ساخته و این کشورها تصمیم به اعزام نیروهای نظامی به افغانستان گرفتند. به تازگی رسانه های بریتانیایی به نقل از برخی مقامات نظامی این کشور گزارش داده که قرار است در آینده نزدیک 400 نظامی تازه نفس بریتانیایی به افغانستان بیایند. این نظامیان جدید وظیفه محافظت مشاورتی را دارند که برای آموزش یا شرکت در جلسات به بیرون از پایگاه‌هایشان می‌روند. باید بگویم که این نظامیان ماها تحت آموزش بودند و به مرحله آمادگی رسیده‌اند. در این حال یک مقام طالبان هشدار داده است اعزام نیروهای نظامی خارجی به افغانستان حماقت بوده و بر ادامه نبرد آنان هیچ گونه تاثیر منفی نخواهد گذاشت. ما در این اواخر سر و صداهایی را میشنویم که گویا چند کشور خارجی تصمیم به اعزام نیروی نظامی به افغانستان دارند. باید بگم که اعزام نیروها هیچ تأثیر بالای نبرد ما در افغانستان ندارد، اما احتمال زیاد وجود دارد که گفتگوهای صلح افغانستان را بار دیگر به بنبست بکشاند. با این همه قرار است تا یک ماه آینده نشست چهارم کشورهای افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در کابل برگزار شود و انتظار می رود در این نشست تاریخ و مکان گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان مشخص شود.